آی زنده باشین، تشکر مادر جان، خوب هستین بخیر. مانده نباشین بیادر آقا، خوب هستین بخیر. خاله جان خوب هستی؟ جان جور دوستای تام خوب است؟ آی زنده باشین بیننده های نهایت گرامی، السلام علیکم. شما را خوش آمدید میگیم به برنامه شبخند. استاد زیا کوشان نوشته میکنه کمی گلود همی جنگا که اینجا در گرفت که گردوردی شد، ای چی بد روز شد، به 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 ستاره میدوید آسمان را نمیافت، مادر میدوید بچه را نمیافت، چاکن میدوید ریسپان را نمیافت، باغوان میدوید بادام را نمیافت. خیلی گردوردی بود، هر کس خود میکن غم غم جان خود بود، هر کس دمو سر روی خود چنگه بود که چی رقم خدا زنده بکشه. هنه یک چهار پنج تا ریش سفید میگه از کدام جای حرکت کردن، گفت بیا گمش که یا ریش سفید هایی بود که فامیلا کل رفته بود در جنگا گریخته بود، یا مو خانه را نگاه میکرد. روز که بعد شد که غرم که دم تیو خواب بوم یادید که حالا خود ما را میکشن، بیاین گمش کنم از اینجا بگرازیم. یا که میرن در یک جای در یک پوستایی را دار میتونیم، بیاین کجا میرن شفیده؟ هیچ والا ما خوب جای پدرتان هستیم دیگه، ما را چی کار دارین دیگه؟ نه گفتن نه شما را غرض نداریم، تو باش یک دقیقه مکتان کار دارم. خب گرفته یک کست دنبوره را انداخه، امیار ریش سفیده به نوبت سرش یک پارچه رقص کده. خب که عرقکایشان سر کده، بعد از او یک چند رو پامو نفر خرابات رقم بوده، داده دیا گفته بره این حال هر سو که میره پیسا را گرفته ریش سفیده. والا آدم بچگی ها کس نرقصان نماده ای ریش سفیدی جو جو شده. های زنده باشید، تشکر. خامی گلو بیچارم رفت ماجر شد در پاکستان دیگه، در پاکستان دمو خواری و غریبی و سر تاس و گای کیله مفروشه و گای از او خجورکا مفروشه، گای کراچی از او جواری بریان میگیره و خسی تیرکا هر رقم که میزنم اقصد روز خودم میچلانه. ای دیگه واره ماتل سیروم نششته که از خارج رایی کنه، ای دانشم و چوچه غوچی واره واس که مادرش میاره یک چیز در دانش میته قش قش کده میخوره. ای نمه تو دیگه ای گلو مسکین تو کدام سیروم میروم هم نداره دمی کاروبار خدا سی. یک روز گفته ای کاش که یک آشنا یک دوست یک اندیوال ما میبودم اونجا که یک چند رو پرایی میکرد، یک چند روز کار نمیکردم، معیش و نوش میکردم، پیسه برق ما میشد، از نل ما میشد، کرای خانه ما. ای دمی چرت چرت. خو یک روز دیگه دمی بازار از دمی سودا و گیر میبینه که شیر آقا نصرالدین ماندنشی جور بخیر ناق و قومیشان نبود، خودم خیشای گوزپندایشان بود چی خدا یک ذره جور استی بخیر استی. و نصرالدین هم دیگه مویکایش پاک رفته و ای از اروپا آمده و پتلونه که خلطه ای کریمی در جانش یک یخن قاقه کی گو ولاغ از یام چیز جور شوه. دید که او گوه ها کجاستی بیادر ولایه کار ما بند است، امور اگه برای ما جور کنی چی کار آقای نصرالدین؟ ولاغو بیاد بیادرت خو خبر داریدم و خودت قصه راست میگم، دو زن داشت و مردویش کونه شده بیخی از کار رفته دیگه، حال وا نمیشه یک زن دیگه اینجا یک دختر. یادم اون گفت خوب من خیر مدی سوسونه ببینم یک خانه برم خیشا قوما را. آمد زنه کره گفت که ونده گیر کده میتی یک چاق آدم که بیادر کس خارج آمده پیسه است که فش میزنه، مرم کالا و یایش کنه است پیسه و یایش خوب است، اینه یک دو صدم یال نخ داده، اینه بگی که یک دست پاچه کن که بریم خانه خیشا و قوما یک دختر دمو پیدا کنیم. ای زنه که سر شده مرده که از پشتش یسون برو یسون برو تا که یک دختر پیدا کردن در خیشا و قوما واره چقدر گب دادن که بچه کارش کچه است، در بچه نه تی دختر تا بقران اگر نان داده بتانه اونم او پخته سال خوب نگاه میکنه. حالا که تو رسو خوب گپای زنانه ای در گوش از او پر کردند و پر کردند و یک چیز پیسه نشان دادند و میاین از این کلک پیسه میگیره باز نموجه میبرن. خب بالاخره نامزاد شد و شیرنی خوری شد و دیگه همی گلو پیشکار است، در نامزادی هم در شیرنی خوری هم در روسی هم همی ون میزنه از 500 300 شده ایجی باز از اون یک چهار تا خربوز و این تو راه و سودا و ای خب پیس اگه کار جمع کرد همی 5-6 ماهی کی کل بود همی معاملا بود و خانه خسر برو یک موترک هم دهی خرید که زیادی سوسو میری صاحب موترم شد بیادر ای لپ و جفش ای نکو بخ
قرآن که در خارج آدم نفر داشته باشه این خب بیگانه است. خدا ما از خودگیر اگه سر میخوردم چقدر پیسه ما صاحب میشدم. آه نه نشب توی برابر شد رفتن آستابرو سنی اون قصه آستابرو را که پیشتر براتان کدم که وقت همین رژیم های گذشته اگریش سفید دمی چوک قول در قول استیم همین خواستابرو را ایب رسیه تو هم به این آلت زار اینه یکی دور ما داد ما را خوخه چیز نگه تو دیگر تسپنجی رو سرده نپشتر میشه بده چه تو پرخواست یک قفاق دروی از او کش کد دیگه او را بیا که ها کامان آستا برو 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 سو برو ایت تو بدش بیا بدم که تو با ما را در زیر لط انداختی حال باز آمدی خوی آستا برو ماستا برو خلا شد شو دو بجه شو شد آقا نصرالدین آروسک نوجوان گرفت رفت سنو ورتل هم اونجا که اتاق گرفته بود آروس خیل رفت در خانه خود پیسه را کل در کل کرد این گلوم خطا خوردم اشتوکک آویای خدا یک زن کجک هم داشت از من بطر بیاده و هم آرایش کرگی در ورتر شیشتن میاده خانه دروازه را کلیم اندازه واز میکنه که سیل میکنه که جای از جولانه همی کوری و کبوتیر چیزی که پاک بود نبود کلش دست برده از افغانستان آوردگی را هم داخل عاجل دمونیم شو وکیل کوچه را خبر کرد که از او کتیش پیش رفتن در تانه پلیس را خبر کرد که این رقم شو و بیاد در خانه ما را دست چطور پتور کرد آهی و تو شده و تو شده خوال است مست یایش را گرفت پس آمد خانه دیگه شو چرت زده میرم ستاره های آسمان حساب میکنه که پیسه رفت امالای انتیکم کلش رفت در بدر شدم ای آدم هم زن کد کاش که از یک ده سال بعد دیگه ای بازیله دیگه زن کنه تا ده سال از گوشنگی میمرم از برای خدا خو دیگه ای نامدم ای دم صبح سنوز ملازان نداده که تق تق باز دل جمع میکنه که برو در پولیس پیدا میکنه امشالا و قوی چی نیست که تک تک شدم یه آس کرتم ناپوشیده که سکه سکه در اقلم دروازه رو واز میکنه که دو تا پولیس بیا مره چیز مالایم پیدا شد رازه مره خبر ما که بس دستی کش کش تا تانه رو ای را بردن اونجا که رفت خیالش که برم اونجا دزدام میگه بگه یک چار قفاقی را ده اینی مالک های تان ببر اونجا که رفت کم اون تانه دار یک تک بدکار چه خبر ده مره هر شب اینجا ما آمدم لست دادم این چی میگه این لستت خب کلش دروغه دروغ ویلی دیده در چه خیل مهاجری هسته تو میره گفت تو اگه مهاجر باشی براستی غریب باشی یک پیسه و مال و یک دالارا در خانه تو چی میکد که در این لست نوشته کدی نه والا این رقم برو گفتیم در فلیاز تا کدم میبخشم دا این دا دیگه تو دروغ لست دروغ نتی این مسکین پس سر خالیده مویام نی دیگه آمد سون خانه مسکین اونجا پولیس ها که در بین خود دیده که او خود بافتکاری سیده میرا در دلش تیر شد که پولیس چی غیبه فهمید که ما در لست دروغ گفتیم خیلی خوی اینجا یک ذره زیاد کده اونجا که دزد برده رفته کتی پولیس نیم کده آن پولیسی گفته تو ما را در بین خود جنگ مندازی دزدهای ما تو غلط نیست اونم وقت فهمیده که دزد اینه قاورد و در بینشان تقسیم شد گلو مسکین آخر اونم از اونجا لطوار کشال کشال پس اونمی وطن آمد آی زنده باشیم یک وقت بکوتا و با مهمان های نازنین خود زود زود برمیگرد وطندارای نازنین باز هم شما را خوش آمدید میگیم و در انتظار نمیمانیم مهمانای خوب برنامه ما جوان خوش صدا خوش صورت خوش آواز آوازخوان جوان مصطفی سمیر و دوستشان که همراهیشان میکنه سید فهیم حسینی ازشان خواهش میکنیم روی استیج تشریف بیارن آقای مصطفی سمیر شما را خوش آمدید میگیم به برنامه شب خوش باشین صاحب سلامت باشین عرض سلام و ادب خدمت شما حاضرین تالار نوازنده محترم خالد جان تقدیم بفرمایید علیکم سلام به افتخار آقای حسینی را خوش آمدین به برنامه شب تشکر زنده باشین سلام خدمت شما خدمت حاضرین در تالار و تمام افغانایی که از طریق تلویزیون یک ما را میبینن سلام خواهش به افتخار مهمان ما علیکم زنده باشیم ما قسمی که میبینم یا حدس میزنم آقای مصطفی جان
فکر میکنم دوست ما زیاد گپ میزنن که بله 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 همون طرف بله 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 دوست ما هم خاطره ها خاطره ها فکایا گفتی و یک میمان ما فکای جات بله بله همینا خودشان هستن سهمش پیش آقای حسینی بله بله. خو 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 بسیار خوب خوب هستین تشکر سلام جان تانجور است و خیر هستین چی وظیفه دارن دوست ما وظیفه در یک از دفاتر مربوط به سفارت آلمان وظیفه وظیفه میکنم و وظیفه ما مهماندار از اون دفتر هستم بسیار خوب مهمانه که داخل افغانستان می نما خو خو چطور مهماندار میگه باز از زیر چشم سونه پیپسی سایی میگه نه جلالی سای بغل تتوز کردی گفتم تفنگ نکشی که یک دفعه زیر چشم همه تو سونه کوکاکولا سایی داره در آخو یاد نکدن که از خاطر کوکاکولا میرم والا گفتن که نان هست گفتم ما نان پیپسی کوک همه چیز موجود هست به خاطر بستر روز قدزی بدم کشنه بدم نگه باز گفتم آخر روز نان پیدا میشه چرا آقا مصطفی جان خادم سخت نیست نان میداد داشار رو دو کسی آمد گفت بیادر ما را کتیت بگی که کار کنیم گو برو بیادر تو ولی تو یک زیاد نان میخوری که تو من تو را چلانده نمیتانم این رقم و رقم گفت ماش نته تنها همو نان بده یا بیادر سه وقت نان بده ماش من از پیشت نمیگیرم نه گفت یک چیز تا دگام تخفیف بیار دید که دیگه خود تخفیف نمان گفت برو خواه هفته دو روز روزه میگیرم یه همه تینال باز کار خیلی مصطفی جانم شما را گوش نیستم نیست دیگه خیر بود مصطفی جان رابندی بده به او خاطر رابندی بده خوب هستین بخیر هستین خوب هستین نافیت دارین سلامت باشین داخل می باشین خارج مصطفی جان به داخل می باشم سر افغانستان خو خو بله بله رنگ و رختان روشن بود مفتوم از خارج آمده باشین بخیر به افغانستان این نفرایی که در وطن باشن این تو ماور لاغری و رنگش چرکه کنه تو می باشن از بیرو که بیای بازم تو خب میگه یک شخص افغان اقتصاد خوب نداشت که برای پاسپورت بگیره و به شکل رسمیش به پاکستان برای مشکلات داشت ی آدم تصمیم میگیره شاو توسط مرکب خود که از این سرعت تیر شد و بره اوسو بدون پاسپورت و ویزه در خاک پاکستان داخل شد وقتی که نزدیک همی سرعت میرسن اینجا پوسته میباشه پوسته پلیس پاکستان همی مرکب از این بنگ زدن صدا میکنه یکی بنگ زدن صدا میکنه این نفر سعیل میکنه میگه با خدا از روز اول سرعت شک داشتم تو هم جاسوس هستی راستی هم الان سر ماجر ما خیلی ظلم و اعتراض شد یکی را میگه استاد کن مرد چرت زیبه تو خود گنام نی بیچاره او میزگی تو را چی زور میتن این را میگم بل یک قفاق زد تمی قفاق زد اشککای چشم خدا پاک کردم وطنی ما و شما گفت جزاک الله دسته که مزیش داده بود زیاد ما کم زده بودن این دیگه زور هم نیکه حالا پولیس ها که هیچ چیز گفته دیگه هم دمو تیر کده باز پولیس هم خنده گرفته برو گفته مره خب مصطفی جان از این محفل هایی که میرین یکان خاطره هست حتما والا جلاله صاحب من به محفل ها اشتراک نمیکنم خب چون موسیقی را به شکل آماتور پیش بردیم آغاز کردیم دیگه تا فعلا در کدام محفل اشتراک نکردیم حتی از دوست ها مگه بوده؟ خاطرام از محفل ندارم تو نرفتیم خب درس چقدر خواندین؟ درس 12 سال مکتب خواندیم به لیسه استقلال چند نمره ها کامیاب می شدیم؟ ولی به درجه مختلف سوم چهارم و صنف 12 باز دو نمره شدم بسیار خوب و باز به پنتون تعلیم تربیه امتحان کنکور کامیاب شدم صنفی ها شاید در دیپارتمنت انگلیسی از اونجا باز لسانس رو دست آوردم اوه فانتاستی فاکولته خواندیم بله افغانیست خیره دیگه چهرهش خارجی آورد نه خب رشته انگلیسی را که فارغ شدن من به اون خاطر بله بله یک کلمه ما هم گفتم اگر این انگلیسی را غیر یز کتی نویش این وسطش را نمیفهم یک هم کار داشتیم خودش مصری بود عربی بود جایی بود یک دختر می آمد در استودیو در رادیو او جلالی که اتفنگ که کجو پیچ که قرط و پرط و چرط و پرط و که خلاص میکد یو نو که یعنی فا میدی من میفتم نو او باز میرفت نه و اثر ترجمان می آمد خوش یک روز یک خانم و یک شوهر خانه دیو یک تفلک میشن همی خانمش برای شوهر خود میگه که والا باید برای بچه خود نام بانیم سر از این نام
خوش کنیم چینه خم یمی مرد برش میگه که والا برو زن هر چیزی که دلت توست تو یک نام انتخاب کن که چی بانیم. میگه والا چرت میزنه، میگه یک نام باید بانیم که همیشه سر زبان ها باشه. شوهر چرت میزنه چرت میزنه، میگه خیلی توف نامش هم میمونیم. زن شوهر گفتی تفلک یک آدم دیگه همه تو سیاه قیرواری. یکتی یک زن ناروسی کد سفید شیرواری. یک وقت که خانهشان اولاد میشه شطرنج واری. خب مصطفی جان، ای خواه از این به بعد دیگه انشاءالله میره در مصاحبه ها یکان گپ خنددار و شوخی که نبگوین. ولک فکایی بیاد محمد جلالی سیب خوبیش والا چون قدر به فکایی دسترسی هم ندارم. خب بازم میگه چهار تا دوستا بودن نر چهار از یا مفلس. سعی که فکایی یاد ندارم به یک جای شیشتن سب اینا چرت زدن گفتن چی کنیم. یکیش گفته والا بچهش نشد مخی یک دانه گاستر میخرم. خب ایتا رفیقش که پولیش داد گفت والا اینه چقدر خوب هم قرار در پولیت میشیم در وازه رو وازه پیش میکنم. سیومیش گفت والا اینه ما مثل کلینر یک تر پنچر میشه ویگه پا چار میگفتم اینجا استاد کنیم که ما پایان میشیم به ما جای نمان. چهار نفر بوده یک پنج نفر بیکار بوده یا گفته چی کنیم چی کنیم چی کنیم. یک 5000 30000 40000 هر کدام پیسه ها رو سرجم کردن یک موترک تیکسی خریدن. او یکیش سر جلو یکیش پیش روی سه تای دیگه هم پشت سر ده روز دین میشار کرد چی گشتند هیچ سواری ها را دست نداد. والا گفتی کار تاوان میکنیم خدا بلست. خب موتر که پر باشه دیگه کی دست میتن؟ این از این خاطر یا کار نکدن بازی موتر را سودا کدن رفتن گفت بیاین یک ماشینک میخریم پنچرمینی جور میکنیم. در زمین جایی نیفتن در یک جایی در منزل سه پنچرمینی جور کدن. کدام دو ماه اونجا بودن یکی هم تایر خود اونجا ناورد که بگی پنچ در منزل کی سه کی بالا میکنه تایر خود. اینه تو او کارشان هم سقوط کرد دیگه. حالا مچم که والا چی میکنه. زنده باشین. دیگه یک روز میگه یک مرد جلالی صاحب یک آدم یک مرد ساده بود از طیاره پایان شد در میدان اوی کابل همی که از زینه آخر طیاره پایان شد همی پتلون از یفتی چه این کل مردم او گفت حالا این پتلون از یفتی چطور پتلون بالا کرد. گفتم من شیره که صدا کرد در طیاره کمربنده ایتان آواز کنی تمور صدا که یک دفعه. در تیاره بطره سری و باز یکیش میه گونگه ای که تو کده اشاره ایسا آمد گفت کمربنده های تانه بسته کنین یک کاکا خود از من خود زارمند است چطور کنم. آی بیننده های عزیز یک وقت فقط که کوتاه و زود زود برمید. بیننده های عزیز باز هم شما را خوش آمدید میگیم. امی خانه عسکری یا اندیوال عسکری بسیار شیرین میباشه و باز اوقات باز گپکا یا خاطره ها میباشه از عسکرام در یک جای میگه در قطع عسکرها را زفت و پروت و تعلیم قدم و این چیزا را یاد میداد. هم سایمان صاحب گفت مرش مرش عسکرها دویدنی پروت عسکرها کلش پروت کرد. یکی استاد گفت پروت کن. گفت سایی ما پروتا یاد ندارم خدا چار پلاق پرتم. جلالی سایی میگه سه دوست بودن در یک اتاق زندگی میکردن. یکی از این شرابی بود یکیش تریاکی بود و یکیش هم چرسی. خب هیچ عمل نداشت. یک شب سایی یا کدام جای دعوت میشن در کدام محفل عروسی میرن نمی دروازه را وقت آخر که قایم میکنن نمی شرابی سایی قایم میکنه این دروازه. خب کلی رو در جیب خود میکنن میرن صاحب در این محفل محفل خلاص میشه شب نا وقت شب که میرن صاحب در اتاق میگن کلی رو این شرابی خود تیر خود میانه خرق تا میگن کلی کلی میگن آخر میگن چرسی برش میگن میگن شرابی رو میگن میگن کلی رو تو وقت آخر قلف کردی دروازه رو پیش توز یکی هر قدر صاحب میپولم و میگن والا بالاخره میگن بکسک مام گم شده از جیب مامی کلی هم افتیده از پیش یه خود بیخود شده صاحب من. میگه چی کنیم؟ میگه خیر دروازه را میده میکنی چرسی. میگه قرار باش دروازه را میجا فامیدی میده میکنی کلی رو تو گم کردی. میگه خیر چی کنیم تریاکی؟ میگه والا یک سیخ تریاک می بود من می قلفه براتون واز میکنم
چرسیده میگه نه میگه رقم خونه میشه سیخ تریاک از اینجا از کجا کنیم چرسیده میگه خیلی تو چه پلان داری میگه والا ما سعی نکنم شب پارتی من میجه با صبح گپ میزنیم جنابی همیشه شب و ناوقت میانه همین نشب یای خدا باد از چال خدا ما شما را دور داشته باشه اما تلکت هوا ما آی بیز دفعه خیست و آمد و برادر آخر دمیدان دروازه آمد آلمی غرچ میکنه دمی قلف هرچ میکنه نمیشه زنش از بالا صداقت گفت کلی نداری کلی پرتم کلی دارم یه غار پرتم کلی ده و غار قلف نمیامده فکایی را خدای آرجان آرجان یوسفی یک دفعه گفته بودم این برنامه من راستی هم همین فکایی را از طریق برنامه شما چونی نبودم حال که شما کلی و قلف اعتراض شد یادم آمد خب در این قسمت برنامه خیلی از مصطفی جان یک زمزمه بسیار مقبول نشنه خوب است نداره خوب است نشنه اگر خودش موافق باشه بله بله موافق هستیم بیخی بله خوب است مایکم خدمت شما یک آدرس خالد جان بتین که از کجا میخونین چی میخونین فی شوم صدقاله بخندانی تو با دل دارم بوتا ارمانی تو زی هجرانت هلاکم کجایی زی هجرانت هلاکم کجایی بیا کم کم زی من یادی بکن بیا از غم مرا آزاد کن بیا کم کم ز من یادی بکن بیا از غم مرا آزاد کن و دیدار دلم را شاد کن و دیدارت هلاکم کجایی شار رفته ایزر سودا کار داره پاس می آید همین که کجایی یعنی؟ بسیار مقبول تشکر زنده باشین خوش جلالی سر بخیر نفر قصه تانه نگفتین؟ بگیم نیفه ایم جان آه ترجمان دارم سفا آه ترجمان اون هستید بلی آه جلالی سر میگه که نفر رو سگرت میکشید همیشه سگرت میکشید همی سرک ممرو من دودان سگرت در میباد یه روز یک نفر دید گفت که بیادر خیره سر تو به مردم یک یک دونه سگرت نیکشه توی دودانه گفت حالا یک شب خودم میزنم یکیش از خاطر یک اندیوالم که در زندان بندی است الله چند روز بعدی دید که سگرت از یک دونه شده آمدیم آدم بسا خوش بغل کشی کرد چشم روشن گفتن دیوالت از زندان خلاص شد گفت نه والا خودم سگرت عوض کردیم میلیونی یک دونر از دیوال خودم میگشت یک آدم گفتن سگرت تا بود چرا؟ بود که سگرت چرا؟ آقای تا آمد آقای باز دیگه تانگ تیل خونه ایست کن که آنه در نگیره خوش دیگه میگه کسی امروز بچگک خود در بازار سودا برآمد یک دوست بسیار سابقه شیدید بغل کشی سلام علیکم خوب هستی بخیر بچگک شدی سلام گفت جان کاکا خوب هستی خیریت گفت بچگک تز گفت تو گفت که چی هست نامکش گفت سراچه او بهتر گفتی سراچه خود نام آدم نیست نام موتر هست و والا سای گفتی رو می بردیم مادرش مریض بسن شفاخانه می بردیم در آبندی ها در سراچه تاولا جد به مخاطر نامش سراچه خوبه در تانکر نبوده تانکر جای نمیشه یک روز میگه جلالی صاحب یک دو نفر به یک ختم روان بودن خب به این ختم وقتی که اشتراک کردن تصادفا در این ختم مرغ پلو پخته شده بود دور از دلتان خب یکی از دیگه شیشتگی بود وقتی که مو غوری را آوردن از امو دور دید که امی مرغ قسم ماندن غوری را که امی مکمل طرف از جانب مقابلش رفت
مرغ مرده بود از زندانش. خب این نفر گرفت گفت باش که چطور کنم، یک مهارت نشانه گرفت روی غوری را دور داد طرف خود. اون نفر طرفش سعی کرد گفتی چی کار که بود کردی؟ گفت بچه کافر خبر نداری پایش طرف قبلا دور داد اگه بود. نه در بساط دارن نمیگن از ما شما پت نکنن. پسان پسان بزرگ پایشون میگرد من. یک متهم قاضی سرش غالمغال و پرتکه و جذبه و سر ترساندن و گفت تو با کدام حق زنت زدی که تی چکش در فرقش کشتی؟ مسکین ملامت رقم کده استاد است که از او سمسایش خشت. او قاضی صاحب بلی آز خدا این آدم هیچ درو پر آدم نیست. چرا چی کده؟ گفتینی 20 سال است که همسایه مستال 3-4 دفعه اشتکای مرایی کردیم کمو چکش ده بتی همین نامرد گفته ندارم. حال بازانه بر زن خود پیدا کده که در فرقش زده کشته. دختره کابر تق تق زن خانه خانه بچه گفت مادرم گفتم قیچی تانه بتی. گفت چرا شما خودتان قیچی نداری نروز جمعی؟ نه خود سر پیپ روغن آواز میکنه از خود ما خراب میشه. همیشه میگه راسته از طفل پرسان بکننی؟ بله آزم. آی بریند عزیز یک وقت فقط که کوتاه و زود برمیگردیم. عزیز باز هم شما را خوش آمدید میگیم. شوهر دیگه جگر خونه اومد چایم نخورده اونجا رفت آشپزخانه گاز روشن نشده صاحب شاب خراب زنکه آرایشگاه رفته. یک وقت میای زنکه که مویای شاخ شاخ همه تو استاد است اوزن در قار خدا شوی در این وقت در این سن یه چی جور کدی خدا؟ برو برو مردکه من خدا چیز جور نکدیم یک تارش سفید شده این دیگاه به احترامش استاد است. خوش یک نفر میگه جلالی صاحب جان مویای خوش شامپو زده بود در سرش. خب دیگهش پرسان کرد گفت تو چی کار کردی؟ مویایت خوش که او نزیدی اول تر که باز شامپو بزن. گفت بی سواد در پشتش نوشته است که مخصوص مویای خوش که حالا. شما با شامپو میشه این سرتانه؟ بله بله. ما باز با گلد سرشوی میشه. خب اما تر اسنام خدا اگه شامپو می بود آل دیگه این سر رو روی می یک رقم می بود هر دویش جلادار می آمد. یک کل همه تو کل تاس بوده نه؟ این همسایه آمده دیکنه می زنی دیکنه می زنی دم زیر کوچه. خوب گنده مال کدن دیره آقایش بر آمده که خوبه همی کل چرا می زنی نال همی چی کده گناه از این چیز دیگه؟ در خانه ما سر خوار ما اینه انداخته نه انداخت آینه ها برادر بپال جیبایش جیبار می کاینه نی. آخر همه آقایش گفته کور شوی در قاره خدا شوی هفته او در فرقش خورده زده در شیشه شما ناقی آدم هست حالا او در شیشه شما زنه کم یک فکر خدا سرشی گرفته بود که در تلفن خب خب گپ میزنه و خب بالاخره دید که گفت کت کی گپ میزدی چه رقم است لیلی کیست؟ گفت دیروز در مسابقه اسب دوانی رفته بودم یک اسب به نام لیلی بودم او را تشویق کردیم این شو در خوام البته آمده در مخو گپ زدیم لیلی لیلی تو در او اشتباه رفتی. آه گفت شو خو گپ میزدی لیلی لیلی شک امو اسب است اتر است. دیگر روز مردکه خودش خواب است 8 بجه صبح شده که زنگ میاد در تلفنش که گپ میزنه از او میگه سلام من لیلی استم این طرف قطع میکنه میرم و چمچه از کرایس میاره تنگ دمی فرقشوی خود میزنه آوازن خدا خرابت کنه کشتی ما چی گپ است؟ بخی که میگم لیلی زنگ زده بودم و از پیدین روزی از بمی خاطر بمی ترس زنه البته تاروسی نمی کنی نمی هم یک شنگ ترسک داره میزن کدن هم چند نفر زنها یک جای خانمون میشته باشن جلالی سه پرسان میکنه خو یکیش قصه میکنه که والا شوهر ما بسیار زور داره بسیار قدرت داره دیگه میگه چیکار است خو یا میگن وی از کی زور داره یکیش میگه از ما میگه از ما قماندان است. خب چطور میگه اینا 100 نفر داره نفرای مسلح و دیگه کشف
و یکی دیگهش میگه نه از ما 200 نفر 300 اموجه یک خانم شتگی میم چوب دقایم از تو چی کار؟ میگه از کلتان کده از ما زور هست تو؟ میگه از ما که از شوارم ترافیک هست که یک دفعه نمو تو کد 500 موتر استاد میشه در 500 موتر چند نفر هست؟ جلالی صاحب میگه یک روز یک نفر رفت در شفاخانه پیش دکتر گفت دکتر صاحب مشکل دارم چرا؟ گفت ما نوازنده است و مرمونی هم می نوازم وقتی کرمونی هم می نوازم گفت ما اسهال میشم میدیم خراب میشه هی دکتر سعی کرد دید که بله این آدم این خیه چاروسی را این تیر کردن هم ایتان است سنو سعی کرد گفت که بله هم گفت کفتا گفتی تو شفاخانه دولتیست بیادر این رقم یک این رقم مشکل اولین نفس من شنیدیم گفت برو خیلی دماینه خانه بیایی که دماینه خانه آمد گفت درمونیت هم گرفته بیایی یعنی هرمونی از الان شروع کرد دکتر گفت بس بیادر گفت چطور دکتر صاحب امیدی خیبی گفت نه والا از ما هم خراب شد دلم تهو پیچ میتر گفت چرا گفت تو مردار هرمونی هم میزنی که آدم مریض میشه روغن به زنجیر واری هرمونی هم میزنی که آدم احسان میشه خاله جان خونم به خدا استعداد بالا داره همیشه آخ چند بهار زندگی رو پشت سر گذاشتاندین عسکری نکردین نه تال که زن نکردین عسکری ده کجا 3 سال در امی حکومت نو در پلیس منایس سرباز وظیفه اجرا کردیم خب در ولایت کاپیسا مدت 3 سال در اوجه خدمت کردیم برای هموطنای خود خب در کارهای خانه کدام تان زیاد علاقه دارین کدام کار می پسندین والا صاحب مجرد که بودی کل کارا می پارید مجبور بکنی کالاشتن مثلا دیگ پختن والده صاحب از در خانه فامیل است یک جای زندگی میکنه این موگه خانه سما دیگ پخته کردن یا نظر بری که زیاد مسافرت کردیم یاد دارین امروی دوستا یک جای باشیم باز چی را خوبش پخته میتونین مثلا از هیچ به بالا دیگه جلالی صاحب در یک دیگ سه نوه غذا میشه پخته شد در یک سوال کانتایم در یک زمان بله ها در یک زمان در یک دیگ سه نوه غذا والا فکر نکنم من میتانم بخواست حتما کلش سرده سر من رازم داخل دیگ نه خیر نه خیر خب خیلی پلاو پخته میکنم زیر دیگ میسوزه وسط شوله میشه این سر خام میمانه از ما باجه ما آشپز است ایرا قوم او خیش ها برده بود در ختم در اطراف ها خوبا زیاد پخته میکنن نه که تا یه قریه و قبیله و یا که کل جمع میشه در 22 سیر برنج ایلا بازی معامله جمع میشه یه 22 سیر برنج بار کده و نانمان خورده شده و خلا شده و یکی آمده گفته چیست؟ والا سمت جان خیر ببینی خوب دیگ پخته کده بودی خوب مزه داد خدا راستی خب من تا یک هم واری کم نمک بود آن گفت از خاطر مادری آصف نمک شکم انداخت از خاطر یک مادر ما 22 سیر نمک برنجه ای کم نمک پخته کده این آشپز یک وقفه کوتاه و زود برمیگردیم بینندای عزیز باز هم شما را خوش آمدید گفته و و و و و و یک قصه کس برتان میکنم یک جای شیشته بودیم یک آدم خوب صوفی آدم کم کم ریش شام سفید شده دیگه یک جای شیشته رامجی زده میره به حساب واضح تر بگویم قمار میزنه در قطع بازی یکی چاروالیست یکی رامجیست و چطور است یه همی زده را ایست دیگه همی حریف های شام نیست یه قطر خودش تقسیم میکنه و جور میکنه و میمانه و همین تا به لگی هست طرف ما سعی کرد گفت یه قصه برات کنم جلالی صاحب ما گفتم خوب قصه کن گفت سابق در قریه ما یک بچه گفت بود ریزه بچه بود همی دم به دول یا هر چیز که میشد یک در بازی کدن آستاز داشت شورک شورک یا یک پای خدا یا یک دست خدا همه تو شورک میداد گفتم یه آقای زیره گیر کرد یک روز گفته بچه دیگه این کارا نکنی بعد از برد که او آدم سنگین آدم بوده گفته بچه ما رو سه که رقم یک کار حال تو چی کاره تو تبلچی تو ربابی تو تنبوری تو چی که گای شانه چور میخوره گای دیگه رقم
هرچی بچه را نصیحت کرد نیکی یک عادت بود در گردن از این مانده بود هیچ گم نمیشد. گفت آخر این بچه که استاد درای خدا و بخش پیش ازی برده بود که استاد درای این رقم یک مرض پیدا کرده که دم به دول میشه در بازی گرد میشه این چی رقم کنه میره بازو میگه یک ذره گره دم کرد گفتم میره بتشه دیگه شور نمیخوره باز گفتم این گره قدرتی خدا که خور دیگه که اگر دم میشه دم میشه هیچی دیگه جایش جتکه متکه تو را نمیکرد گفتی جور شد گفت حال ما اینجا از یک آدم اینمی رامجی را گفت یک ریش سفید است از او یاد گرفتیم حال خود ما ریش سفید شدیم در این سن و الگ همی قطع در دست ما بزیبه یا حال هرچی میکنیم از این مرض کنده نمیشه که ما برم پیش امو آدم که یک ذره گر مرگه دم کنه بخورم که اگه این قطع بازی از دست ما خلاشه یکان چیز که عادتی آدم شد اما تو میمانه و میمانه اینه میره قبل یکی یکان موتروان در تکر عادت داره او ریش سفید شده در چارای دوره خورده به غرساز در طول بکس یک کرولای نو جدید زد موتر از یام کونه غرازه خرابه خب آدم تا شده او بابا جان تو رشخند میزنی او برادر وقت کارت نیست ببر استاد که موتره که نمیتانی چشمت نمیبینه پایت میلرزه هنوز گرد بدل کده رایسته بر استاد که خیره بچیم غریب است و موتر مردم است و خب بالاخره بعد از 15 دقیقه از رزاری اعلا شد رفت و دمی دوره دیگه چارای غرساز باز زد در پشت موتر تا که آدم تا شد خال مقال برو بچیم برو خال مقال نکم هستم بفرمایید جلالی صاحب میگه یک روز یک شخص میره در لابراتوار همی ادرار خود برای ماینه میتن میگه مادر مریض هستی میمیره دکتر صاحب ماینه داده میگه سعیش میمیره چقدر وقت بود میگه یک ساعت بعد بیا ماینات خلاص میشه نتیجه تا بگی برو یک ساعت بعد که آدم میگه مادرم نتیجه ما الله کاکا جان میگه ببخشی به خدا چرا میگه اونم او هفته چکس خواهی یک سمپل دگه ماره بده که باز ماینات کنیم میره میگیرم میبنم باز این نفر میره باز یک ساعت بعد که میگه این نفر لابراتوار میگه نتیجه ما چی شد نفر برش میگه که ببخشی یعنی کاکا جان که پیشترم تو بازار هدفش عزیز که تو متاسف هستیم از یک سرگردان شدیم میگه والا کاکا جان ببخشی که اگه به گپ از دولت نه این بسته می لابراتوار میزنه صاحب چپا میکنه قال مقال میکنه خدای وطن که جور نکرد منو هرگز جور نکنه چطور مردم جان چرا کاکا میگه در کل جای خورده برد بود و در لابراتوارم خورده برد چرا شد خیابی خورد و برده ناخ که باشه حرام باشه از اون لابراتوار بتر است امو چیز است بله بله من میگم این میمان ها چطور همه تو خدا ناخواسته جگر خون شده ای قول میگفتی آقای زمین شکر تایی میایا بگی بزن که یک ذره سفید شوی خب یک لودار هم اگه پرسان کردند که یکی از فوتبالرها را میشناسی که از رونالدو کده یک مرتبه بالا شده آه گفت میشناسم چیز که گفت میشه او رونالدوست رونالسی جلالی صاحب میگه یک روز در یک اتاق یک امریکایی یک انگلیس یک پاکستانی میباشن یک افغانی یک امریکایی میباشه و یک پاکستانی امریکایی صاحب بادش میکنه در خواب میخیزه بیدار میشه خودش سیل نکنه خنده میکنه میگه یک گل به نفع امریکا پس خواب میکنه یه افغانی زل نکنه میگه ولی چی رقم شدی پاکستانی خوب مرضشان از نیست یکی که میبینه بیدار میباشه میگه بیا یک خوزت یک دوتا میزنه دوتا میزنه میگه چی میگه دو گل بنه پاکستان همی افغان میگه خوزت تلویزیونه و غل میکنه میگه گل خالی گیل کرده هر کدامت بنه پا خوزت در ریست خب در آخر برنامه قرار داریم آهسته آهسته یک یک پیام کوتاه از هر مهمان خود می داشته باشیم بعدا آهنگ زیبای از سمیر جان می شنویم خب پیام در گام نخست باز هم با امید ازی که در افغانستان همیش سال باشه همیش آرامش باشه و همیش هم افغان ها شاد باشه و انشالله هیچ وقت به کدام مشکل
مقابل نشن هیچ وقت. ما هم از خداوند پاک برای افغانا، برای افغانای خود، برای هموطنای خود، برای تمام مسلمانان جهان یک سال سرتاسری از خداوند پاک میخواهیم و برای وطندارای خود یک گفتنی دارم که همین 30 سال که طی شد، همین جنگایی که بود، خانه به خانه جنگایی که شد، اینو همش ما تجربه کردیم که از تعصبات قومی، لسانی یک پا پیدا شده. بیا یک از بیات هر کس از ما پرسان که کی هستی، بگوییم یک افغان هستیم، به افتخار بگوییم تا کمیشه بیرق افغانستان در تمام دنیا سر بلند سر فراز. یک طنز ما داشتم داخلش هم بابی هزارگی گفته بیاد که همین وطنه دیست سر دیست یک دیگه بیلی همین وطنه چراغان کنی، گل گلزار کنی، گل گلزار کنی که دشمنای وطن بیه که بینگره که بینگره که بینگره زارش انتجار کنی انتجار. ما منتظر آهنگ زیبای شما هستیم.
بیننده های نهایت گرامی، ای بود برنامه شبخند با ابراز تشکر از هر دو جوان زیبا و مهمانای خوب ما. برنامه ما را رنگین ساختن. ما منتظر انتقادات، پیشنهادات، یگان طنز و فکاهی جالب شما هستیم. آدرس ما شبخند @1tvmedia.com و تا برنامه بعدی، خداوند یار و یاور همه ما و شماست.